8 آوریل نگاهی داریم به بریدن سر، تاریخ و مذهب. سر بریدن یا گردن زدن به عنوان یکی از روش‌های اعدام مخالفان شد از بدو تمدن بشری وجود داشته، ولی اکنون پس از پیشرفت‌های شگرف جامعه بشری و برجسته شدن مفاهیم انسانی در چارچوب موازین پسندیده بین‌المللی، این روش برای از بین بردن مخالفان به چالشی اساسی تبدیل شده. به ویژه آنکه عاملان سربریدن به نوعی این اقدام را با توجیهات دینی انجام داده و چه بسا آسوده خاطرند از اینکه فرایض دینی را به جای می آورند. این روزها کمتر کسی است که دست کم یکی از تصاویر سربریدن شیعه ها، کرد ها، سربازان و مخالفان سوری و شهروندان آمریکایی و اروپایی را توسط پیکارجویان گروه موسوم به داعش در عراق و سوریه ندیده باشد. تصاویری که در برخی موارد موجب الگوبرداری هایی هم در میان اسلامگرایان افراطی در افغانستان یا کشورهای آفریقایی شده. در افق امشب به پدیده سربریدن و تأثیرات آن بر جامعه می پردازیم. داعش ویدئوی سرزنن 21 قبطی مصری را منتشر کرد. دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، و حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی هستند. آقای اشکوری، شاید خوب باشه که این پرسش رو با شما شروع کنم، پرسشی که در جامعه بسیار مطرحه پس از افزایش سربریدن در واقع توسط گروه داعش. آیا اسلام سربریدن رو در هر شرایطی، در شرایط خاص تایید میکنه؟ والا واقعیتش این است که مجازات از طریق گردن زدن یا سر بریدن در تمام ادوار تاریخی بوده، همون گونه که خودتون هم در مقدمه اشاره کردید، شاید از بدو تاریخ بشر در جوامع مختلف بوده، در پیش از اسلام هم در میان قبایل عرب وجود داشته، بعد از اسلام هم به عنوان یکی از اشکال مختلف مجازات مطرح بوده، و البته در جنگ هم این مسئله مطرح بوده، به ویژه در جنگ تن به تن، وقتی که دو نفر مانند دو کشتیگیر با هم در می آویختن و یکی بر دیگری پیروز می شد، بر روی سینه او می نشست و گردن اون را می برید و سرش را از تن جدا می کرد. این شیوه بسیار متداولی بوده. بعد از اسلام هم خب به هر حال اسلام در یک سرزمین سوخته بود، در خلأ شکل نگرفت، دینی بوده که در یک مقطع تاریخی، در یک زمانه‌ای، در یک زمینه‌ای و در یک مکان جغرافیایی خاص با سابقه به هر حال اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و قضایای خاصی شکل گرفت. و طبعاً بسیاری از مجازات‌هایی که در میان اعراب وجود داشت یا اشکال مختلف روابط اجتماعی وجود داشت یا در ادیان پیشین، مثل بیشتر در آیین یهود، در مسیحیت، حتی در آیین زرتشت در ایران که به شکلی پیش از اسلام در اعراب حجاز نفوذ کرده بود، اینها در اسلام هم به شکلی در همون صدر اسلام راه یافت، و به ویژه قرن دوم، سوم، چهارم که فقه شکل گرفت و فقه قوانین و مقررات سامانیافته‌ای رو ایجاد کرد، طبعا این قوانین و مقررات هم از صفر شروع نشدند، به نام قوانین جزایی، به نام قوانین اجتماعی یا حتی حقوق مربوط به زن و امثال اینا. این قاعده عامه. بله. اما واقعیت امر این است که بر سر بریدن و گردن زدن برای برخی از جرم ها در اسلام، یعنی در میان مسلمانان مطرح بوده، ولی این یک حکم خاص شرعی که بگیم که اینجور باید باشد یا حتما باید این نوع مجازات انجام بشود، ما نداریم. به ویژه در فقه هم موافقی که از آقای اشکوری پوزش میخوام از سخن شما رو قطع کردم، ولی مثلا گروه داعش در وقتی که مرتکب سربریدن میشن استناد میکنن به آیات مشخصی از قرآن کریم، و با استناد به این آیات هست که این عمل رو مرتکب میشن. ولی صحبت های شما، آیا گفتید که اسلام در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته، یعنی میشه اینطور استنباط کرد که میشه برخی تعالیم و یا مجازات اسلامی رو که در صدر اسلام بوده نادیده گرفت در حال حاضر؟ بله حتما، حالا اینو توضیح میدم. اول یه نکته به همون اشاره کنم، به همون موضوع پیشین،
که میخواستم بگم که خیلی خوب، حالا فرض کنید در زمان پیامبر مثلا در میدان جنگ در جنگ تنبتن یکی گردن مثلا یکی دیگر رو میبریده، این یه سنت اجتماعی نه به عنوان یه حکم شرعی. بله در بعضی از آیات و قرآن هست که میگه فزر بر رقاب، مثلا مجازات تو قیامت یا تو دنیا توی نمیدونم بعضی از روابط بعضی از مسائل گفته میشود گردن اونان رو آن را بزنید، این گردن رو بزنید به عنوان به تعبیر فقهی در شارع در مقام جعل و حکم شرعی نبوده، داره توصیف میکنه. و به علاوه احکام هم همونجور که گفتم در اون زمینهای تاریخی به وجود آمده، مثلا میگن برای لواط فرزند نمیدونم یکی از مجازات، یکی از 3-4-9 مجازاتی که در نظر گرفتن، گفتن که مثلا از کوه افراد رو پرت کنید. خب این یکی از مقرراتی بوده که در اون زمان وجود داشته، بعدم اینا جزء احکام امضایی اسلام هستن، یعنی نه اسلام اینا رو تأسیس نکرده، قبلا وجود داشته. اسلام هم به دلایلی، حالا بعضیا رو با اصلاح، بعضیا با تغییراتی، بعضیا عیناً پذیرفته. این در ارتباط با اون موضوع قبلی، اما در ارتباط با پرسش شما بله قطعا همینجوریه، چون قوانین جزایی که یا قوانین اجتماعی که به طور کلی که ما حالا در فقه میگیم احکام معاملات، اینها احکامی هستن که در صدر اسلام به وجود آمدن، احکام اسلامی بوده و اینها در واقع سنت عرب جاهلی بوده. البته من اینجا تو پرانتز بگم جاهلی رو به معنی منفی و توهین‌آمیزش به کار نمیبرم، چون یک اصطلاحی است در ادبیات اسلامی، معمولا از جاهلیت پیش از اسلام صحبت میکنن، تو قرآن هم در بعضی از آیات آمده، من از این اصطلاح استفاده میکنم. در هر حال محمد وقتی که آمد در حجاز، در مکه، در مدینه و بعد این قوانین و مقررات اون زمان رو امضا کرد، عرض کردم با یا تغییراتی یا عیناً با اصلاحاتی. خب بنابراین اون چه که امروز اشتباهی که در تاریخ اسلام رخ داده به نظر من یک اشتباه بنیادینه و موجب انواع و اقسام بدفهمی‌ها و سوءفهم‌ها شده، اینه که سنت نبوی که امروز ما میگیم و این رو مقدس میدانیم و فکر میکنیم از آسمان آمده و بنا هم بوده که تا روز قیامت همینجوری اجرا بشه، این در واقع سنت عرب جاهلی بوده که بعداً در اسلام تحت عنوان سنت نبوی مطرح شده و چنان هم مقدس شده که از قرن 4 و 5 به بعد هم دیگه کسی جرأت نمی‌کنه که دست به ترکیب و تغییر اینا بزنه. بله اجازه بدید همین پرسش رو با آقای دکتر میلانی مطرح کنیم. آقای دکتر میلانی، آیا واقعا راهی هست که آموزه هایی که به نوعی در صدر اسلام بوده جلوگیری که از عمل کردن به اونها؟ خیلی از گروه ها دیگه، حالا فقط داعش نیست، در افغانستان هم اتفاق میفته، در شمال آفریقا، در کشور به سرعت در حال گسترشه و همش هم استناد به آیات قرآن مجیده، آیا رای هست واقعا جلوگیری کرد از تعالیم اسلامی که در صدر اسلام بوده؟ راش خیلی گمان من ساده است، جامعه باید بپذیره و جوامع، خیلی از جوامع این رو پذیرفتن که قوانین امروز رو باید قانونگذاران امروز با تکیه به شرایط امروز، با تکیه به اخلاقیات امروز تنظیم کنیم. اینکه به قول دوست عزیزم آقای اشکیوری عرب جاهلیت بدوی بادیه نشین در بیرون مکه چه میکرده، ربطی به قرن 21 نه ما داره و نه باید ربطی به قرن 21 هر کسی دیگه داشته باشه. حتما وقتی که بنا رو بر این میذاریم که ببینیم سنت اون زمان چه بوده، سلف صالح اون زمان چه میکرده و دنبال این بریم بگردیم، حدیث پیدا کنیم یا آیاتی در قرآن پیدا بکنیم و بخوایم بر اساس اون زندگی کنیم، حاصلش همین مسائلی میشه که الان هست. مسئله گردن زدن داعش فقط یک بخشی از این مسئله است. الان تعداد کسانی که در همین 2-3 اخیر در آفریقا این گروه های اسلامی رادیکال اسلامی کشتن خیلی بیشتر از اون چیزی است که شما در این مقدمه گفتید و اونا هم به شیوه واقعا وحشتناک، خشن و بدون هر گونه ترحم و با 1001 تصویر اینها رو آوردن بیرون، 100 نزدیک 200 دانشجوی بدبختی رو که فقط جرمشون این است که مسیحی هستن. همه اینها بناش به گمان من به خاطر این هست که یه دهی الان در اقصا نقاط عالم اسلامی، چه در میان شیعیان، چه در مورد در میان سنی ها، در پی احیای شیوه سلف هستند و وقتی که این بنا رو بگذارید حاصل به گمان من همین میشه، باید بپذیریم که اون احکام
آقای دکتر متعلق به اون زمان هم. بله آقای دکتر میرانی، شما گفتید که میشه خیلی ساده است میشه که قوانین رو طبق وضعیت امروز نوشت، ولی مشکل اساسی شاید به نوعی مفسرین مذهبی یا دینی باشن، روحانیون، اونها خودشون شاید چنین دغدغه‌ای نداشته باشه. فکر نمی‌کنید مانع اصلی بر سر راه هر گونه تغییر و تحولی در شیوه عمل کردن به تعالیم دینی خود روحانیون هستند؟ ببینید وقتی که پدیده‌ای به نام روحانی وجود داره و خودش رو در واقع تنها کسی میدونه که محق این تفسیر رو بکنه، طبعا ازش یک حکومت استبدادی در میاد، طبعا ازش یک روایت بنیادگرا در میاد. تنها زمانی میشه از این مسئله جلوگیری کرد که بپذیریم هر کسی حق داره روایت خودش رو از دین داشته باشه. و به گمان من مهمتر، دوباره برمیگردم به این مسئله مهم، اساس اگه بخوایم این مسئله رو حل بکنیم، اساس اینه که بپذیریم دین به عرصه خصوصی انسان‌ها تعلق داره. این به اون معنا نیست که دیندارا نمیتونن در عرصه اجتماعی فعالیت بکنن، ولی باید بپذیریم که دین به عرصه خصوصی رابطه داره. هر کسی رابطه خودش رو با خدای خودش، با آدم قدسی خودش، با هر نوع به اصطلاح الهاماتی که میتونه باید خودش تنظیم بکنه، و جامعه حق نداره گردن یکی رو بزنه یا سنگسار بکنه یا یکی رو حبس بکنه به جرم اینکه قرائت اونها از متون متفاوته. تا این حل نشه به گمان من ما به این بلیه دوچار میشیم. و میگم اگر کسی سعی بخواد بکنه الان همین امروز جامعه هر جامعه‌ای رو در جهان بر اساس کتاب مقدس، بر اساس عهد عتیق مثلا اداره بکنه و فرض بر این بذاره که تنها قانونی که ما بهش احترام میذاریم اون چیزی است که در عهد عتیق آمده، خب جامعه‌ای که از اون در خواهد آمد شبیه به جامعه‌ای است که داعش الان در منطقه‌ای به وسعت انگلستان داره کنترل میکنه. باید بپذیریم که اونها مال اون زمانن و عصر جدید، قوانین جدید، اخلاقیات تازه بر اساس حقوق بشر، بر اساس تساوی زن و مرد، بر اساس منع خشونت، بر اساس جلوگیری از سنگسار کردن. تا اینها رو نپذیریم این بلیات هی تکرار میشه. بله آقای اشکیوری، آقای میلانی گفتن که باید برداشت‌ها رو تغییر داد، به نوعی باید پذیرفت که در زمان حال زندگی میکنیم و با تعالیم گذشته نمیشه دنیای امروزی رو مدیریت کرد. پرسش اینه که در این باره که بسیار هم اساسی هست، خیلی ها میپرسن اینه که این آموزه های دینی در خود همین آموزه ها هست که نمیشه اصلا مثلا در مورد اسلام حتی شک کرد به قوانین اسلامی. چطور ممکنه این برداشت ها رو تغییر بدن؟ یعنی آیا واقعا تا حالا شده کسی بتونه تغییراتی در اسلام ایجاد بکنه؟ بله، این که میفرمایید که میگن شک نباید کرد، خب بله این حرفا وجود داره، منتها این خودش یکی از قرائت‌ها و یکی از تفاسیری هست که در طول قرون به وجود آمده. وگرنه شما برگردید به زمان پیغمبر، حالا بر حسب اون چی که از همین منابع موجود ما میفهمیم، وگرنه ما اون محمد ابن عبداللهی که در 63 سال عمر کرد، در نیمه قرن هفتم میلادی در حجاز، در مکه و مدینه زندگی کرد، از دنیا رفت، ما که امروز به شخص او که دسترسی نداریم، به بسیاری از اعمال و رفتار و گفتار او که امروز دسترسی نداریم. ما یه متن امروز در اختیار داریم به نام قرآن که اون چنان که شهرت داره اینه که در زمان پیامبر جمع‌آوری شده، وحی الهی است جمع‌آوری شده و بعدم در زمان عثمان ویرایش نهایی شده و بعد به هر حال از قرن دوم به بعد هست که سیرهای نبوی نوشته میشه، روایات و احادیث جمع‌آوری میشه، مکتوب میشه. در واقع اون چی که ما امروز داریم میراث قرن دوم تا قرن چهارم پنجم هجری هست که امروز به صورت مکتوب در اختیار ما هست. و این نویسندگان این کتاب‌ها، تدوین کنندگان این منابع حدیثی، تدوین کنندگان فقه، بنیانگذاران اجتهاد در شیعه یا در اهل سنت، اینها بعد از 300 400 سال تفسیرها و قرائت‌های خودشون رو از اون متن مقدس و از اون سیره نبوی به مقتضای نیاز زمانشون تدوین کردن و بعد فقهای بعدی هم میراثدار اونها شدن، که البته بعدها هم همینجور تفسیرها به روی تفسیرها آمده، قرائت‌های مختلفی داره آمده. وگرنه در مورد خود اسلام وقتی گفته می‌شود که تحقیق در اسلام واجب است و تقلید حرام، این حرفی نیست که من اینجا بزنم، این حرف رو تمام فقهای شیعه در رساله‌هاشون نوشتن.
تحقیق در دین واجب است، تقلید حرام. وقتی که در دین، در اساس دین دارم عرض میکنم و اون چی کم که امروز علما مسئله تقلید رو مطرح میکنن، این تقلید در امور فرعیه شرعیه است، در مورد اصل دین، در مورد اصل احکام شرعی که به هر حال اینا رو افراد به اصطلاح چیز نمی کنن. مجازات اسلامی جزء اصول دین هست. مجازات اسلامی جزء کدوم بخش از عرض میکنم خدمتتون میخوام بگم در اساس دین وقتی تقلید واجبه، تحقیق واجبه و تقلید حرامه، یعنی چه؟ یعنی میتونی شک کنی، میتونی بپرسی. خود محمد مورد نقد قرار میگیره. محمد پیامبران به صریح قرآن تمام پیامبران مرتکب خطا و اشتباه میشدن و بارها پیامبر خواسته اشتباه کنه، خداوند جلوش گرفته. بنابراین محمد مقدس نبوده، وحی اونچنان اونچه که گفته میشه در اون زمان از کنم که نقد ناپذیر نبوده، مورد اعتراض واقع می شده. پس بنابراین این که شما می فرمایید این که بله این چنین تفکری وجود داره، بله متاسفانه همین هست که راه اجتهادها رو بسته. اما قوانین جزای اسلام، قوانین که در فقه گفته میشه معاملات، همونجوری که در بحث پیشین بهش اشاره کردم، اینها به گمان من جزو احکام تغییرپذیر اسلام هست. به عبارت دیگر اینجوری می خوام بگم، امروز عموم مسلمانان، عموم فقها نظرشون این است که این احکام که در زمان حضرت محمد اجرا شده یا در زمان خلفای راشدین یا در قرن اول اجرا شده در زمان صحابه، اینها اساسا جاودانه بوده و قرار بوده تا روز قیامت این گونه باشد، در حالی که به گمان من برعکس قضیه است. این قوانین و مقررات به مقتضای طبیعتشون، به مقتضای منطق امور وابسته به زمان و مکان خاص بودن، بنا نبوده که تا روز قیامت باشه، ولی بعدها چنان آسمانی شدند و نقد ناپذیر شدند، امروز دیگه کسی نمیتونه بگه که بله. امروز میگن که حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. هر چی در قرآن آمده، هر آیه اونم به ظواهر آیات یا فرض بفرمایید که در یک حدیثی آمده، در یک روایتی آمده، بعدا در آرای فقها آمده، اینا دیگه لایتغیر، نمیشه راجع به اینها صحبت کرد. نه خیر، همه اینها امکان تغییر پذیر هست. و اینکه فرمودید که در گذشته هم به اصطلاح آیا کسی اینا را تغییر داده، بله. شما اگر 1400 سال تاریخ فقه و فقاهت و اجتهاد رو به خصوص در شیعه مرور کنید، میبینید که موارد بسیار متعددی بوده که همین قوانین شرعی، همین قوانینی که به اصطلاح در صدر اسلام به گونه اجرا شده، بعد در قرن دوم در به گونه دیگه، در قرن هشتم به گونه دیگه، الان به گونه دیگه، ما یک اصل اسلامی، اصل در فقه شیعه یه اصلی داریم، میگیم اصل حرمت تنفیر، چون در فقه قواعد مختلفی داره، ما یه قاعده که نداریم. یکی از قواعد مسلم فقه شیعه حرمت تنفیره، یعنی حتی احکام مسلم شرعی که در قرآن آمده اگر شما اجرا بکنید، طبق نظر فقها اگر اجرا بکنید و این موجب نفرت در میان جامعه بشه، مورد بیزاری مردم نسبت به دین و دینداران بشود، حرام است که اون رو اجرا بکنید. که آیت‌الله خمینی تحت عنوان وهن اسلام از اون یاد کرد. بنابراین در فقه هم، در فهم فقه و اجتهاد هم قواعدی وجود داره که میشه تغییراتی داد. در این مورد من پرسش زیاد دارم، یعنی چرا در هیچ یک از سیستم‌های شیعه چنین تغییری دیده نشده؟ ولی قبل از اون اجازه بدید به دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی، طرز تفکر شما به عنوان یک روشنفکر و البته آقای اشکیوری هم در همین راستا هستند، بسیار فرق داره با آنچه که مثلا یک روحانی میگه، یک مبلغ دینی میگه. شکاف اساسی هست بین این دو طرز تفکر، شما و کسی که مفسر دینی هست. این شکاف چجوری قابل ترمیمه؟ آیا هست؟ دوباره به نظر من راه حلش این نیست که فرض رو بر این بذاریم یا امید رو بر این بذاریم که کسی مثل دوست عزیز روشنفکرم آقای اشکیوری بخواد قوانین رو تفسیر بکنه، و همواره این خطر رو بپذیریم که یک کسی دیگری بیاد و یک تفسیر متفاوتی داشته باشه. اگر بنا رو بر این بذاریم که ما فقط می‌خوایم بر اساس اون چیزی که در حدیث آمده و اون چیزی که در قرآن آمده عمل بکنیم، حاصلش فقط یک نوع بنیادگرایی، اصلا تعریف بنیادگرایی همینه. اینکه آقای اشکیوری میفرمایند که ما نص صریح قرآن رو نباید بگیریم، باید معنای درونش رو بگیریم. خب معنای درونش رو کی تصمیم میگیره کدوم روایت درسته؟ بالمعال برمیگرده دوباره به این که باید یه نهادی وجود داشته باشه که تفسیر درست رو از تفسیر غلط جدا بکنه. حرف من اینه که راهش خیلی ساده است و در جوامع که معروف به جوامع اسلامی هم هستن این راه آزمایش شده. اینطور نیست که فقط آزمایش نشده، تا به حال هیچ وقت آزمایش نشده. این است که بپذیریم که اسلام دین مردم، اکثریت مردم در ایران اسلام دارن،
ادیان دیگر هم در ایران مردم دارن، این ادیان بایستی مساوی باشن، شهروندانشون بایستی مساوی باشن و مبنای قانونگذاری ما باید شرایط امروز باشه بر اساس حقوق مساوی انسان‌ها، بر اساس حقوق بشر. این خب این یک موضوع که شما مطرح می‌کنید، این در یک فرایند قانونی هست که در طول تاریخ بشری از شاید تمدن‌های اول به امروز به اینجا رسیده، قوانین انسانی هست. ولی در بخش در بعد دیگه‌ای، یعنی طرف مقابل اگر نگاه کنید، اونها طور دیگه‌ای می‌بینن. یعنی مسئله اینه که یک شکاف عمده هست بین این دیدگاه با دیدگاهی که یک مثلا مبلغ مذهبی داره. اشکال کار اینه که اونها نمیپذیرند این دیدگاه رو. چگونه ممکنه؟ یعنی چه راهی هست که به قول معروف این شکاف از بین بره و به نوعی مبلغین مذهبی هم دینی هم به این نتیجه برسن که باید تجدید نظر بکنن در تعالیم اسلامی یا در عمل به اونها؟ ببینید در کشورهای دیگه، در تجربیات دیگه، مردم چه مسیحی‌ها رو بگیرید مثلا در اروپا، در یه فرایند 200 ساله مثلا به انهای مختلف سعی کردن که ببینن راه حلی برای آشتی دادن این دو عرصه وجود داره یا نه، و بالمال به این نتیجه رسیدن که تنها راهش جدا کردن این عرصه هاست. و دوباره یعنی دروغ بزرگی که به گمان من به مردم ایران گفته شده این است که اگر شما عرصه دین رو از عرصه اجتماع جدا بکنید، این به معنای بیدینی جامعه میشه. شما آمریکا رو که نگاه بکنید، آمریکا متدین ترین جامعه سرمایه‌داری پیشرفته جهانه و از لحاظ جدایی دین و دولت در این حال یکی از سختگیرترین جوامع. هیچ کسی به گمان من به اندازه جفرسون بر تساوی ادیان و حق مردم در داشتن مذهبشون تاکید نمی‌کرد و در این حال هیچ کس به اندازه اون نمی‌گفت که باید این دو رو از هم جدا بکنیم و حق هر کسی است که خدای خودش رو در خانه خودش به شیوه خودش بپذیره، ولی حق نداره اون رو به من تحمیل بکنه و من میگفت حاضرم برای این جان خودم رو بدم. قوانینی که تنظیم کرد در اون زمان جفرسون 200 خورده‌ای سال پیش میگفت ما باید قانون اساسی تنظیم بکنیم که در اون یک مسلمان هم بتونه رئیس جمهور بشه. الان در ایران زرتشتی‌ها نمیتونن رئیس جمهور بشن، بهائی‌ها رو به عنوان دین قبول ندارن، یهودی‌ها رو به عنوان یک اهل ذمی قبول دارن. اینا مسائلی است که بایستی به گمان من حل بشه. حتما رهبران دین این رو نمیپذیرن، برای اینکه موقعیت انحصاری رو که دارن دقیقاً بر اساس قرائت خودشون دارن. اگر قرائت متفاوتی، اگر قرائت آقای اشکوری رو بپذیرن یا اگر روایت من رو بپذیرن، طبعا این مقام انحصاری که دارن با تمام جلال و جبروت و مال و زور و زر و دستگاهی که پیدا شده، اینها رو بایستی از دست بدن و کار ساده نیست. من میپذیرم. آقای اشکوری، آقای میلانی مطرح کردند، شما گفتید که خب تفسیر مثلا از در شیعه بدین گونه است و تغییراتی هم شده، ولی مشکل اساسی اینه، آقای میلانی هم گفتن، کی تصمیم میگیره که تفسیر درست کدامه؟ یعنی چه نهادی باید تصمیم بگیره؟ این مشکل اساسی از اون تفاسیر مختلف هست. مسئله فقط شیعه نیست، شیعه سنی به طور کلی یک مشکل مسلمانان هست. کی باید تصمیم بگیره برای تفاسیر تعالیم اسلامی؟ ببینید، در ارتباط با صحبت به دوستمون آقای دکتر میلانی، باید این رو بگم که به یه شکلی که آقای میلانی مطرح کردن که حالا اصلا همه اینا رو نادیده بگیریم و بیاییم به حقوق بشر پایبند بشیم و یا نمیدونم همه چیز عرفی بکنیم، این البته ساده ترین راهی است که به لحاظ نظری ممکنه، ولی در عمل دشوارترین راهه. و مسئله این است که حالا یه فردی که مثلا به قول امروزی ها سکولار، غیر مذهبی، صرفا حقوق بشری به قضایا نگاه میکنه، یا دینی نیست، یا دین رو صرفا یک رابطه انسان و خدا میدونه، خیلی خوب، بله ممکنه که همین راه حل به اصطلاح به طور آرمانی چیز شدنی باشه، ولی در عمل چنین چیزی به نظر من شدنی نیست. اون چه که مهمه و اون چه که برای دیندارها مهمه اینی که هر دینداری به طور معمول، حالا حتی دینداران نوگرا و نواندیش هم در نظر بگیریم، اصولا یک دیندار مسلمان متدین متشرع میخواهد هر کاری که میکنن، هر حرفی که میزند، هر
تصمیمی که میگیره هر نوع سبک زندگی رو که انتخاب میکنه این مرضی الهی باشد به تعبیر مذهبی ها، یعنی مورد رضای خداوند باشه، میخواد مورد به اصطلاح عملش مورد رضایت پروردگار عالم باشه، ثواب داشته باشه، اجر دنیوی داشته باشه، بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این دیدگاه عموم مذهبی های ماست. خب حالا این کسانی که این گونه فکر میکنن، حالا اگر بخوان که مسائل رو به اصطلاح مسئله دینشون رو بروز بکنن یا ببینن که چجوری زندگی بکنن که بهتر باشه، عدالت رو چجوری تامین بکنن، نمیدونم اخلاق رو چجوری تامین بکنن، طبعا باید اول در افکار و در بینش خودشون دچار تغییر و تحول اساسی بشن. حدود 80-90 سال پیش متفکر نواندیش مسلمان اقبال لاهوری در شبه قاره هند گفت اکنون وقت آن رسیده است که در کل دستگاه مسلمانیمون تجدید نظر بکنیم. اگر بنده امروز این حرف رو میزنم یا کسانی مثل بنده در ایران یا در کشورهای اسلامی اینگونه به دین نگاه میکنیم، اینگونه حرف میزنیم که الان مثلا اختلاف اساسی با آقای میلانی همسالیشون نداریم، برای اینکه ما هم یه سیری طی کردیم، یه تحول فکری در ما ایجاد شده. حالا این تحول فکری چگونه ایجاد شده خود چه داستان دیگه است. اینه تحول فکری که در فرزند شخص شما ایجاد شده به نوعی باعث طرد شما از اون جامعه روحانیت شده. آیا نه این پذیرید که وقتی که شما بخواید که به نوعی از اون چارچوبی که براتون تعیین شده در تعالیم اسلامی بخواید تخطی کنید، که شما البته فکر میکنم کردید، فکر نمیکنید که به نوعی منزوی میشید از اون جامعه مذهبی و خلع لباس چیه در چه جرمیه، چه اتهامیه؟ این از جمله، یعنی فکر نمیکنید دیگه تأثیر مذهبی خودتون رو از دست میدید؟ آره بله، خب این تناقضی است که بنده و امثال بنده داریم، ولی من بحث شخصی نمیبینم، من بحث تاریخی میبینم. ببینید به طور کلی تجربه خود غرب رو هم داریم. آقای دکتر میلانی یا شما بهتر از من با تاریخ غرب آشنا هستید، برای اینکه بیشتر از من زندگی کردید، دانش آقای میلانی صد بار از من بیشتره. به هر حال در همین غربی که امروز میگیم این گونه هست، امروز سکولاریسم پذیرفته، جدای دین از حکومت پذیرفته، که دین دیگه منشأ قانونگذاری نیست، نهادها تعریف شده، تفکیک شده، آمریکا بهترین دموکراسی دنیا رو داره ولی پیشرفته ترین یا به اصطلاح دینی ترین جوامع اروپایی هم هست، اینا هم یک تاریخ تقریبا 400-500-600 سال از اواخر قرون وسطا رو پشت سر گذاشتن، رفرم مذهبی رو پشت سر گذاشتن، در اروپا هم که دین رو تغییر ندادن، بینش دینی رو تغییر دادن، و در جهان اسلام هم که مسلحان مسلمان از 150 سال پیش هم به وجود آمدن، اینها هم همین کار رو دارن انجام میدن. یعنی به هر حال البته این راه درازی است، بله هر کسی در جهان اسلام از 150 سال پیش از شیخ محمد عبدو در مصر بگیرید و دیگران، اقبال لاهوری در شبه قاره در ایران و در جای دیگه، هر کی آمد حرف تازه ای زد، اندیشه خارج از اون نهادهای سنتی و رسمی روحانیت زد، طرد شد، چی بسا جانش از دست داد، اعتبارش از دست داد، منزوی شد. هنوز هم این داستان ادامه داره، ولی حرف من اینه که اگر به دید تاریخی نگاه بکنیم، امروز فقط برای مردم ایران بگیم مردم ایران شما بیایید فقط به حقوق بشر ملتزم باشید، بله اونایی که به این نتیجه رسیدن میگم بله منم از مدافع حقوق بشرم، من میگم امروز باید حقوق بشر به اصطلاح مورد عمل قرار بگیره، همه باید به اون ملتزم باشیم، اما تا به اینجا رسیدن راه درازی رو ما در پیش داریم. من حرفم این است که به صرف یک توصیه شکلی که به نوعی میشود گفت که پاک کردن صورت مسئله است، جوامع مسلمانان دچار تغییر تحول نخواهند شد، نخواهند پذیرفت، نه تنها فقها و علما که رهبران هستند، بلکه عامه مردم و این مقلدین و پیروان هم که گاهی از اونها متعصب ترن به راحتی اینا رو نمیپذیرن. بنابراین من راه حل رو در یک تحول درونی فکری و تاریخی یا یک انقلاب فکری درونی میبینم. اینم البته یک امر دراز مدته، ولی از نظر تاریخی هم وقتی نگاه کنیم خوشبختانه 150 سال پیش چی در ایران، چه به خصوص ایران و حتی در کشورهای اسلامی تغییرات بسیار مهمی اتفاق افتاده، تغییرات مثبتی اتفاق افتاده. امروز هم روحانیون ما در ایران مثل عصر مشروطه یا حتی عصر اول انقلاب هم نگاه نمی‌کنن. اما اینکه خب چه کسی میتواند تفسیر بکند؟ نه ما دنبال نهاد رسمی نیستیم، ما نمیخوایم که مثلا فرض کنید روحانیون رو بگیم که شما مفسر رسمی یا انحصاری دین نباشید، جاشو مثلا بذاریم روشنفکران دینی، نه بله این بحث رو روشنگری و به نهضت روشنگری باور داریم. اجازه بدید از آقای دکتر میلانی هم بپرسیم راه حل شما در عمل شدنی نیست که اصول دین رو به کنار بگذاریم و حقوق بشر رو به میان بیاریم. این صحبت‌های آقای اشکیوری از خودتون شنیدید، ولی اصولا یک تحول درونی و فکری که آقای اشکیوری میگه لازمه تغییر چنین وضعیتی هست،
این چجوری امکان پذیره؟ یعنی مردم ایران باید مثلا 200 سال، نسل ما باید دیگه در فکر این نباشه، 200 سال باید وایسیم تا چنین روندی طی بشه؟ آیا راه دیگه ای هست؟ والا من فهم کنم دوباره فرض این صحبت ها این است که این تلاش ها در ایران کاملا تازه است و این حرفایی که من دارم میزنم حرفای ناکجا آبادی است و غیر قابل میسر. نه، این مملکتی است که صد و چند سال پیش جنبش مشروطه داشته، قانون اساسی نوشته، قانون اساسی که درش هیچ بی احترامی به اسلام نشده، عنایت ویژه‌ای به اسلام شده، ولی در این حال تلاشی شده برای اینکه این مفاهیم رو در جای خودش بنشونه، سیستم قانونگذاری جدیدی ایجاد بشه، دانشکده حقوق جدیدی ایجاد بشه. اینها مسائلی نیست که در ایران بیگانه باشند. به علاوه من فکر می‌کنم وضعیت امروز جامعه ایران رو شما نگاه بکنید، اون چیزی که در نسل جوان‌ها داره اتفاق می‌افته، از رمان‌ها بگیرید تا شعر، تا فیلم‌ها، تا همه تحولاتی که در ایران من می‌بینم، درش نشانه‌های بسیار بسیار جدی از پذیرفته شدن این مفاهیمی که من بهش اشاره کردم هست. مفاهیمی که میگه که بایستی تساوی در جامعه باشه، مفاهیمی که میگه بایستی دموکراسی در جامعه باشه، مفاهیمی که به کثرت اندیشه باور داره. وقتی که بعضی از آقایون علما میگن که در حوزه‌های علمیه نسبی گرایی اندیشه رواج بیشتری پیدا کرده از هر زمان، ریچارد رورتی در حوزه علمی خم رواج پیدا کرده، اینها نشون میده که حتی در بطن خود دستگاه حاکمیت فکری هم این عصر که یک روایت وجود داره و من تجسم اون روایتم، من به عنوان یک نهاد تجسم اون روایتم و به لحاظ اینکه این روایت رو من دارم بایستی حاکم بر جان و مال مردم باشم، این پدیده به گمان من امروز هم در جامعه ایران اگر انتخابات آزادی باشه، من بعید میدونم که این روایت پذیرفته بشه. سی و چند سال پیش وقتی که خود آیت الله خمینی با تمام سرمایه سیاسی که داشتن رهبری این جریان دموکراتیک رو به عهده گرفتن، در ماه‌های قبل از انقلاب یک بار اشاره به این که قراره در ایران ولایت فقیه بشه نبود. قانون اساسی که اول تدوین شد دقیقاً برخواسته از قانون اساسی که در همین کشورهای اروپا، از قانون اساسی فرانسه اقتباس کردن که در اونجا حتی سکولاریسم هم بیشتر رفته، لایسیته هست، دولت به طور جدی در جهت جلوگیریه. به علاوه دوباره نکته‌ای که می‌خواستم به اجمال عرض بکنم، در صحبت دوستم آقای اشکبری، سکولاریسم در مقابل دینداری گذاشته میشه. این دقیقاً همون به گمان من تقابل کاذبی است که وجود داره. سکولاریسم در مقابل دینداری نیست، دینداری در مقابل تلاش عده‌ای است برای اینکه دین خودشون رو تبدیل به اخلاق حاکم جامعه بکنن. شما میتونید دیندار باشید و سکولار باشید، میتونید بی دین باشید و سعی بکنید روایت خودتون رو بر جامعه حاکم بکنید. هر دو از یک منشأ فکری سرچشمه میگیره که میگه من حقیقت رو دارم، همه دیگه دروغ میگن، کذب میگن، یا بهره کوچیکی از حقیقت دارم و چون من حقیقت دارم من باید حاکم باشم. اینو باید بپذیریم که چنین چیزی وجود نداره، همه در تلاش یافتن حقیقتی. بله، بسیار خوب. آقای اشکبری، سکولاریسم در مقابل دینداری نیست و خود شما هم میگید تحول درونی و فکری باید بشه قبل از هر چیزی. چگونه امکان پذیره با موانعی که هست، با تفسیرهایی که روحانیون مختلف دارن و جملگی میشه گفت حداقل رو این اصل متفق القول هستن که نباید تعالیم اسلامی رو دست زد؟ بله، ببینید، در واقع بحث ما باز ادامه بحث گذشته است. به لحاظ محتوایی من تضاد و تعارضی بین حرفای خودم و حرفای آقای دکتر میلانی نمی‌بینم. ایشون تاکید می‌کنن که در جامعه این تحولات رخ داده، در میان جوانان رخ داده، حتی در حوزه‌های علمی هم رخ داده، یا اشاره کردم به مشروطیت. بله، منم همینه میگم قبلا اشاره کردم که ما الان مثل 100 سال پیش نیستیم، مثل 150 سال پیش نیستیم. اما این تغییرات چگونه اتفاق افتاده؟ مهم تبیین این تغییرات است. من حرفم این بود که فقط فرض کن بنده یا آقای میلانی بیایم اینجا مثلا در یک برنامه تلویزیونی بیام بشینیم به مردم ایران بگیم که مردم شما اساساً
فقه رو بذارید کنار، احکام اسلامی رو بذارید کنار، نمیدونم دیدگاه تاریخی و سنتی خودتون رو بذارید کنار، فقط صرفاً اعلامیه جهانی حقوق بشر اینجا بگذارید انجام بدید، این در اکثریت مسلمانان دیندار فعلا مقبول نمیافتد. من حرفم این است. ولی برای اینکه ما به این نتیجه برسیم که بگیم که آقا دین منشأ قدرت نیست، دین منشأ قانونگذاری نیست، جامعه در هر زمانی با توجه به مقتضیات زمان بر اساس خرد جمعی میاد درباره خودش تصمیم میگیره، اساساً به این گزاره بنیادی بخوایم برسیم که اساساً حکومت و دولت و نهادهای سیاسی از مقوله شرع نیستن، که بنده چنین باوری دارم. خب به اینجا میخوایم برسیم، ما باید دچار یک تحول دگردیسی فکری و درونی درون دینی بشویم. این فقط از طریق توصیه‌های بیرون دینی امکان پذیر نیست. در مشروطه هم که ما با قانون اساسی رسیدیم، مشروطه پیروز شد، اساسا فکر مشروطه از غرب آمد، از خارج از جهان اسلام، از خارج از ایران آمد. اما در ایران واقعا اگر کسانی مثل نائینی تنبیه العلماء ننوشته بودن، اگر کسی مثل آخوند خراسانی و علمای ثلاثه نجف نیامده بودن فتوا بدن که امروز به اجماع مسلمانان حکومت در عصر غیبت از آن جمهور مسلمین است، این مطلبی که در بخش دوم تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام آمده که حکومت در عصر غیبت از آن جمهور مسلمین است، اگر این فتواها داده نشده بود، اگر علما نیامده بودن بگن که حمایت از مشروطه حمایت از امام زمان است، بازاری ها و ستارخان ها و باقرخان ها و عموم مذهبی ها و دیندارهایی که آمدن، یعنی شما تو عصر مبارزه کردن استبداد رو برانداختن. برای شما میخواید بگید برای اینکه چنین اتفاقی بیفته که حقوق بشر به اون نقطه برسیم که آقای میلانی میگن مرحله به مرحله باید باشه و به نوعی باید روحانیت رو وارد میدان کرد، این فکر نمی کنید تا یعنی چارچوبی داره؟ تو شما نمیتونید تا اونجا پیش برید که به خود تعالیم اسلامی مجازات اسلامی رو تغییر بدید؟ فکر میکنید یعنی در افق چنین امیدی هست که شما بتونید تا اونجا در اسلام اصلاحات ایجاد کنید که منافاتی نداشته باشه با اصول حقوق بشر؟ بله بله. ببینید من عرضم اینه، اجازه بدید من جمله تمام و تمام بکنم. میخوام بگم که بله سیر تاریخی وقتی در ایران هم اتفاق افتاده به دلیل این زمینهای مذهبی بوده، اما علل بسیار تغییرات اجتماعی فقط از طریق تحول در معرفت و در تفکر و عقاید باور نیست. همون رورتی که آقای میلانی بهش اشاره کردن، رورتی کتابی داره به نامی میگه تحت این عنوان که اول دموکراسی بعد فلسفه. اینجوری نیست که ما باید منتظر بشینیم افکار و عقاید تغییر بکنه بعد جامعه تغییر بکنه. نه، شهرنشینی توسعه پیدا کرد، دانش توسعه پیدا کرد، آموزش زیاد شد و رسانه ها که امروز به اصطلاح زیاد شده، خب طبیعیه اینها هم معیشت مردم، اقتصاد مردم، فرهنگ مردم، اینها که لزوما از دل دین در نمیاد، اینا عرفیات. وقتی اینا تغییر بکنه جامعه هم تغییر میکنه، دیدگاه دینی هم تغییر میکنه، علما هم تغییر میکنن، روشنفکران دینی هم تغییر میکنن. اما سکولاریسم من در برابر مذهب نگذاشتم، میگم که البته مصطلح هست، میگن سکولارها و مذهبی ها، یعنی این دو تا رو قسیم همدیگه قرار میدن، ولی من سکولاریسم که امروز بعضیا میگن سکولاریسم سیاسی، یعنی جدایی دین از حکومت یا باور به حکومت عرفی، بنده خودم هم شخصا به این اعتقاد هستم. امروز تقریبا در ایران هیچ روشنفکر مذهبی، هیچ نواندیش مسلمان رو من نمیشناسم که معتقد به حکومت مذهبی یا تئوکراتیک باشه، همه به دموکراسی و به حقوق بشر و حکومت عرفی بله. اعتقاد دارن. اما بله، در پاسخ سوال شما که امکان چنین تغییراتی وجود داره، بله، ما تجربه 150 ساله جهان اسلام و از جمله ایران نشون میده که این سیر ادامه داره و ما رو به پیشرفت هستیم و سرانجام ما می توانیم تفسیری از دین ارائه بدیم یا تفاصیلی از دین ارائه بدیم متنوع، که در عین پذیرفتن عرفیات، پذیرفتن از کنم حقوق بشر، دموکراسی، نهادهای مدرن، اما در این حال دینداری هم جایگاه خاص خودش داشته باشه. بله. اساسا من خود شخصا معتقد هستم که مؤمنان در دنیای سکولار یا در نهادهای غیر مذهبی، در حکومت غیر مذهبی، دینداری آسان‌تر و راحت‌تر و بی‌درسرتره تا دینداری مثلا در یک کشور اسلامی. در ایران الان دینداری سخت‌تر و دشوارتره تا دینداری در همین آلمانی که من زندگی می‌کنم یا در آمریکایی که شما زندگی می‌کنید. بله. بله بسیار خوب. آقای دکتر میلانی اجازه بدید برگردیم به زمان حال، سربریدنی های تصاویری که منتشر میشه و خیلی رو تحت تاثیر قرار داده، فکر میکنید چه تاثیرات اجتماعی داره مخصوصا در جامعه ایران؟ این تصاویر، پخش این تصاویر با نام اسلام در راه خدا یا با آیاتی از قرآن
سر حالا مخالف یا هر کی رو که میبرن، این چه تاثیر اجتماعی داره؟ والا من فهم کنم دو سه تا تاثیر اجتماعی داره. یکی همونطوری که خود کاربران شما هم گفتن، مردم رو نسبت به این نوع قوانین قطعا دلزده میکنه، مردم رو نگران میکنه که یک چنین قرائت‌هایی ممکنه به طور بیشتر و بیشتری مطرح بشن. ولی مخاطب این عکس ها رو بایستی ببینیم کیا هستن. اینا به گمان من برنامه های خیلی دقیق اندیشیده‌ای دارن. این گروه داعش پدیده خوف‌انگیزی است. من واقعا تمام این نشریاتی که چاپ میکنن این دابخ ها رو، الان 8 تا 9 تا شمارش در اومده، 9 تا شمارش در اومده، من نگاه میکنم خوندم، یعنی یه پدیده واقعا خوف‌انگیزی است، ولی خیلی سامان یافته جلو میان. اینا بخششون از این عکس ها برای جلب توجه، کما اینکه توجه رو جلب کردن، بخششون برای ارعاب، بخششون برای بسیجه، برای اینکه اینا ببینید الان 25,000 نفر به روایتی تونستن در همین چند ماه اخیر جذب بکنن. اینها هر کسی در هر جایی سرخوردگی داره، هر کسی در هر جایی سودای قدرت داره، سودای خشونت داره، دنبال کار میگرده، دنبال شهوت میگرده. اینها به نوعی دارن به همه اینها وعده هایی برای این جهان و وعده هایی برای اون جهان میدن. وقتی که میرن در یک استودیوی به قول خود شما سر زدن رو تصویر سازی میکنن و در یک وبسایت بسیار بسیار دقیقی، بسیار بسیار از لحاظ فرم صیقل یافته ای، وقتی که به 27-8 زبان مختلف در آن واحد پیام های توییتری خودشون می نویسن، باید ببینیم مخاطبشون کیان. بخشیش همونطوری که گفتید ارعاب، بخشیش بسیج، بخشیش هم تأثیر شاید نخواستش در هر انسان قرن 21 این است که پدیده ای که از دلش این میتونه در بیاد پدیده ای بالقوه خوف انگیزیه. و یک روایت این است که این به هر حال از دل اسلام در اومده. من فقط یک نکته جزئی میخوام بگم که بله، من به هیچ وجه نگفتم که مردم باید دین خودشون رو با بگذارن. مردم باید بتونن دین خودشون در خلوت اجرا کنن. اگه میخوان رساله عملیه رو، هر رساله رو داشته باشن، بتونن اون رو دنبال بکنن. ولی وقتی که در زندگی خصوصیشون دنبال بکنن، ولی وقتی که میان در رابطه با مثلا زنشون، حق ندارن زنشون رو بزنن، حتی اگر در رساله گفته شده مثلا در یک مقطعی شما ممکنه بتونید، اونجا قوانین مملکتی اجرا میشه. در مورد همه مسائل در عرصه خصوصی شما حق دارید اون کارهای خودتون رو بکنید، به هیچ وجه چیز نیست. در مورد داعش هم اینا دقیقاً میدونید هدف عمدهشون که جلب توجه بود موفق شدن. ببینید قاچاقچی های مکزیک در سال اخیر، همین در یک سال اخیر، تعداد سرایی که تو مکزیک بریدن از رقباشون از داعش بیشتره. ولی شما برنامه در مورد اونها و هیچ کسی، شما نه هیچ کسی برنامه در مورد سر بریدن در مکزیک از، شاید به دلیل اینکه آقای دکتر میلانی تا این حد تصاویرش منتشر نشده به اندازه دقیقا. که تصاویر سر بریدن های داعش، وگرنه سر بریدن در جاهای دیگه هم بوده، در عربستان سعودی حکم اعدام هست، در کشورهای دیگه دنیا هم بوده و درسته. به نوعی این فقط مختص به شاید داعش نباشه. ولی شما گفتید این برنامه ریزی شده است، یک سازماندهی مشخصی هست از طرف گروه به قول شما مخوف داعش، اهداف مشخصی رو تعقیب میکنن در پخش این تصاویر. ولی طرف دیگر قضیه هم خیلی از سایت های مخالف اونها، پایگاه های اینترنتی دانلود، به نوعی دارن دامن میزنن حتی برای جذب مشتری. شما حتما دیدید به نوعی از کلید واژه مثلا داعش، سربریدن، سربریدن جدید یا آمریکایی فلان استفاده میکنن برای جذب بیننده بیشتر. گسترش تکنولوژی هم خیلی جلوگیری کرده از اینکه بشه کنترل کرد، اینقدر وسیع شده. چه راهی هست برای مبارزه با این؟ راه کوتاه مدتی به گمان من نیست. ما در یک عرصه تکنولوژیک جدیدیم، همونطوری که صنعت چاپ رفرماسیون رو میسر کرد، پخش اکاذیب رو هم آسون کرد. الان هم صنعت جدید، تکنولوژی جدید، عصر اطلاعات این امکان رو به اینا داده که یک چنین ویدیوهایی با کیفیت تولیدی بالا
بگذارن در سایت ها و این رگه های بیمارگونه ای که در مردم هست دیگه. وقتی که سینما رو به یک روایتی به عنوان یک نوع وویریزم به قول خودشون فروید ازش به عنوان وویریزم نگاه میکنه، اینکه شما دائم میخواهید از یک سوراخی منزلی رو نگاه بکنید، خشونت رو در مشاهده بکنید، کلی پدیده‌های دیگر رو مشاهده بکنید، این حظ بصری که ما بهش میگیم، اینا دقیقاً میدونن که بخشی از این ویدیوها این کنجکاوی‌های کاذب بیمارگونه رو تقویت میکنه، ارضا میکنه و جذب میکنه. یعنی هر کسی که اینو نگاه میکنه، اون جوونی که از ترکیه رفته، قاچاقچی جوونی که از 10 سالگی بیرون زندان بوده، بیرون زندان بوده، بعد در سن 18 سالگی اینا میان بسیجش میکنن و میبرنش و تبدیلش میکنن به یکی از این رزمندگان خودشون به اصطلاح، اینا دقیقاً میدونن که چه نارضایتی هایی، چه سرخوردگی هایی، چه میل به خشونتی، بله، چه میل به شهوتی وجود داره و براش جد میکنه. راه کوتاه مدت نده، دراز مدتش همینه که روشنگری بشه و اون ریشه ها خشک بشه، ریشه هایی که اینو تغذیه میکنه. بله آقای شوری، در فیسبوک افق سوالی که تصاویر سربریدن مخالفان توسط داعش چه تأثیری بر جامعه میگذارد، گزینه اعتقاد به آموزه های دینی را تضیف میکند، 55 بیشترین رأی به این داده شده. پرسش اینه که خود روحانیون هم یعنی به نوعی در بلند مدت در خطر هستند، یعنی اسلام شاید در خطر باشه اونطوری که گفته میشه با چنین روش هایی که از طرف خود اسلامیون افراطی اعمال میشه، در این شرایط وظیفه روحانیت چیه؟ روحانیون چی کار باید بکنن؟ بله، منم اگر میخواستم که به سوال شما در فیسبوکتون جواب بدم، من هم همین پاسخ رو میدادم. در چون اینا به نام اسلام انجام میشه، طبعا در جوامع اسلامی در میان مسلمانان بیشترین اثر منفیش همین است که مردم از اسلام، از دین، از خدا و پیغمبر نفرت پیدا میکنن. وقتی که ماجرای پاریس پیش آمد، من یک چند خطی بلافاصله اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتم، اونقدر آشفته شدم و پریشان شدم، چند خطی من به عنوان یک مسلمانی که به هر حال مبادی آداب دینی و اسلامی هستم دیگه، برداشتم یک چند خطی نوشتم که نه، این الله دیگر الله من نیست. و بعد در همون جا نوشتم، شاید شما همون رو ملاحظه کرده باشید، نوشتم که این الله به این شکل که انجام میشه، این دیگه خدای من نیست، من به چنین خدایی باور ندارم. این خدا که گویا هرچه جبارتر، هرچه به صلاح جبارتر است اکبر است، و یا هرچه اکبر است جبارتر است. خب این تلقی بوده که بلافاصله در یک من مسلمان ایجاد کرد. حالا در افرادی که غیر اسلامی هستن یا بعضیاشون انگیزه ها و احساس ها و عواطف ضد مذهبی هم دارن، خب طبیعیه که چی اثری میگذاره. این خیلی واضح روشنه، مردم نتون از مسلمان ها، از اسلام، از نمیدون حکومت اسلامی، از همه چیز بیزار میشن. همونجوری که گفتم، علما و فقها هم میتوانن هم با اجتهادهای تازه، اصلا من ها نمیگم نو اندیشی بکنن، نمیگم روشن فکری بکنن، در چارچوب همون احکام سنتی فقهی هم میتوانن تجدید نظر بکنن، میتونن فتوای تازه بدن و همونجوری که گفته شد از اصل تنفیر میتونن استفاده کنن. امروز باید تمام علمای شیعه و سنی در چارچوب همون فقه سنتی باید بیان داعش محکوم کنن، که خوشبختانه محکوم کردن. چند پیش شیخ الازهر آمد فتوا داد که داعش مصداق آیه 33 سوره مائده است که مربوط به محاربن. خب در اونجا میگه که اگر کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنن، فساد میکنن، البته این تو قرآن نیست ولی تو فقه آمده بعدن در توضیح احکام محارب، اگر شمشیر بکشن و در جامعه ناامنی ایجاد کنن و مردم رو به اصطلاح بترسونن، اینها باید دست راستشون و پای چپشون رو قطع کرد و نمیدونم بعد درخت آویخت. خب این توی قرآن آمده، شیخ الازهر هم این فتوا رو داده. اما خب به هر حال فعلا صدای علما و فقها هم در جهان اسلام چندان شنیده نمیشه، برای اینکه در میان طبقات تحصیل کرده چرا چندان پایگاهی نداره. آقای اشکیوری، چرا اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید، چرا واکنشی که انتظار میره از خود روحانیت شنید، روحانیون میان رو، نه فقط روحانیون شیعه یا در الازهر مصر، چرا واکنش مطلوب از اونها دیده نشده در علیه افراطگری در اسلام؟
والا در میان علمای الازهر بخصوص در این دو سه ماه اخیر، سه چهار ماه اخیر تا بخصوص در سطح عالی ترین مقام مذهبی مصر جهان اسلام که الازهر هست واکنش دیده شده. ولی این حرف شما را من بیشتر در مورد علمای شیعه مصداق میدونم. متاسفانه در میان علما و مراجع تقلید ما در حوزه علمی قم چندان واکنش مثبتی، واکنش منفی نسبت به این قضایا به اصطلاح دیده نشده. و علت اصلیش هم به نظر من اینه که اگر منصفانه بخوایم حرف بزنیم، کارهایی که داعش میکنه، برخی، نمیگم همه، برخی از کارهایی که داعش میکنه، این خیلی چندان تعارضی هم با مبانی فقهی آقایون نداره. یعنی اگر آقایون هم قدرت داعش داشتن یا یه روزی چنان اقتداری پیدا کنن، چنین دایه‌هایی پیدا کنن، به جهاد ابتدایی اعتقاد پیدا بکنن، طبعا در موضع اقتدار میتونن خیلی از این کارها رو انجام میدن. داعش مهمترین ویژگیش همین ویژگی تبلیغاتیشه، وگرنه گردن زدن رو که عربستان هم هر روز داره میگه، نمیدونم جلوی مسجد الحرام افراد گردن میزنه ولی توی توییتر نمیفرسته، تو فیسبوک نمیفرسته، جنبه تبلیغاتی نمیده، هالیوودیش نمیکنه، ولی داعش میکنه. بنابراین خود علما الان اساسی ترین مشکلی که داعش داره از نظر اسلامی اینه که معتقد به جهاد ابتداییه، یعنی باید همه دنیا رو با شمشیر مسلمان کنه. خب این تو فقه شیعه است، تو فقه سنی هم هست. بنابراین خود علما و نهادهای فقهی سنتی ما هم متاسفانه یک نوع همراهی و همدلی پنهانی با این نوع تفکر داعش دارن و این هم سبب شده که خب با محافظه‌کاری رسمی روحانیت هم بهش عجین شده، سبب شده که سکوت پیشه کنن، موضع لازم نداشته باشن، انتقاد لازم نکنن. آقای دکتر میلانی، کارهایی که داعش میکنه تعارضی با مفاهیم فکری بسیاری از علما نداره، پس چه امیدی هست که این وضعیت تغییر پیدا بکنه؟ میگم امید به این هست که مردم ببینند که وقتی بنا رو بر این نوع تفسیر به رأی بگذارید و خودتون محق بدونی، حاصل همین میشه. من خیلی خوشحالم که مفتی الازهر قدرت نداره. کاری که مفتی الازهر میخواد با داعشیا بکنه بدتر از کاریست که داعشیا با مخالفینش میکنن. اینکه یه دست و یه پا رو بزنی و به دیوار آویزونش بکنی، این سرود یاد مستان دادنه. گرفتاری این نوع تفسیرها دقیقا اینه. به جای اینکه مفتی الازهر بیاد بگه که این نوع خشونت جایی در اسلام نداره، اونو نمیتونه بگه، برای اینکه همونطور که خود آقای اشکبری گفتن جا داره. راش این است که بیایم بگیم اون احکام مال یک دوران دیگه است. شرایط جدید، پیچیدگی های جامعه جدید، تکثر جامعه جدید شرایط متفاوتی رو میپذیره. تا این رو نپذیریم، اون وقت امیدمون به این است که مفتی الازهر بگه که اینا بی خود گردن میزنن، بایستی دست و پاشون رو قطع کنیم، به دیوار آویزون بکنیم. به روایتی آقای دکتر میلانی، به روایتی میشه گفت که کلید در دست خودشون هست، خود علما هست. یعنی شاید از این منظر آقای اشکبری گفتن، ولی اگر اینطور باشه، چون روشن فکران مثل شما خیلی در این مورد صحبت کردن و گفتن و تازگی هم نداره، ولی بیشتر حرف خود روحانیون هست که شنیده میشه. مشکل اینه چرا اونها نمیخوان که این تغییری بشه در این مسئله. والا اولا دوباره من مطمئن نیستم که الان کی حرفش تو جامعه ایران بیشتر شنوا داره، کی مردم بهش، یعنی چه نوع متونی رو مردم الان بیشتر بهش علاقه دارن، وقتی که شعرهایی که مردم میخونن، کتابهایی که مردم میخونن، روشنفکرانی که بهشون مردم اعتماد دارن نگاه بکنید، من فکر میکنم یه تحول مهمی در جامعه ایران اتفاق افتاده. علما طبعا اگر بیان و بپذیرن که این احکام مال اون زمانه، یک مبنای اصلی قدرت دنیاوی خودشون از دست دادن. اگر بپذیرن که کارشون همونطوری که برخی از علما پذیرفتن، کارشون هدایت معنویه، نه هدایت سیاسی جامعه، نه گرفتن قدرت، اون وقت به نظر من هم میتونن مقام اجتماعی که در ایران داشتن و همیشه محترم بوده حفظ بکنن و هم جامعه رو به یک جایی ببرن که از این پدیده ها نجات پیدا کنن. سپاسگزارم از هر دو میهمان گرامی، دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، و آقای حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه از آلمان، و همچنین سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی که همراه برنامه افق بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.